رابطه های روشن از هر جا که هستی به لحظه حال وارد شو. پرسش: من همیشه فکر می کردم که روشن شدگی حقیقی ممکن نیست مگه از طریق عشق بین یک مرد و یک زن. آیا همین عشق نیست که ما رو کامل می کنه؟ چطور میشه بدون این رابطه عاشقانه به کمال زندگی دست یافت؟ پاسخ: آیا در زندگی خود حقیقت این فکر رو تجربه کرده ای؟ آیا تا کنون عاشق شده ای؟ پرسش: هنوز نه، اما مگه ممکنه روزی عاشق نشم؟ میدونم که روزی عاشق خواهم شد. پاسخ: به بیان دیگه تو منتظر حادثه‌ای در زمان هستی تا نجاتت بده. آیا این انتظار همون اشتباه اساسی نیست که درباره‌اش سخن گفتیم؟ نجات در زمان و مکان نیست. نجات در اینجا و لحظه حال اتفاق می‌افته. پرسش: منظور از این حرف که نجات در اینجا و لحظه حال اتفاق می‌افته چیه؟ من معنی این جمله رو نمی‌فهمم. من حتی نمی‌دونم نجات چیه. پاسخ: بسیاری از آدم‌ها به دنبال لذت‌های مادی یا شکل‌های گوناگون خوشحالی روانی می‌گردند، چون معتقدند که این چیزها می‌تونه اونها رو خوشبخت کنه و یا از احساس ترس و کمبود رها کنه. شاید بشه خوشبختی رو اوج احساس زنده بودن از طریق دستیابی به لذت‌های مادی دونست، یا اینکه اون رو احساس کاملتر و مطمئنتری از خود دونست که از طریق خوشنودی های روانی حاصل میشه. این فقط نجات از دست نارضایتی و یا بیکفایتیه. چنین رضایت ها و خوشنودی هایی همواره کوتاه و ناپایداره. بنابراین این گونه آدم ها ناچارن باز رضایت خاطر و کامیابی خود رو در آینده دور از اینجا و لحظه حال جستجو کنن. وقتی فلان چیز یا بهمان چیز رو به دست بیارم، اون وقت حال و روزگارم خوب خواهد شد. ذهن توست که توهم روزگار خوب آینده رو می آفرینه تا تو رو از اون چه که واقعیه و در اکنون و اینجاست دور کنه. روزگار خوب روزگاریه که با کامیابی، آرامش و زندگی در ابعاد گوناگون اون می گذره. روزگار خوب اینه که تو خود باشی. در درون خیش احساس خوب داشته باشی، شور و سرمستی بودن رو تجربه کنی. اینها چیزهایی نیستن که وابسته چیزهایی در بیرون وجود تو باشن. در این صورت احساس روزگار خوب احساسی ناپایدار و گذرا نیست، بلکه احساس حضوری جاودان است. به زبان دیگه شناخت هستی است به عنوان ذات بنیادی تو و همه چیز و همه کس. نجات و رستگاری حقیقی اینه که خود رو جزء جدایی ناپذیر آن ذات یگانه بی زمان و بی شکل بدونی که همه چیز و همه کس از او جاری شده. نجات و رستگاری حقیقی مرتبه وارستگی است از ترس، از درد و رنج، از کمبود، از خواست و خواهش، از نیاز، از وابستگی، از چنگ انداختن به اشیا و آدم ها. نجات و رستگاری حقیقی وارستگی است از فکرها و دغدغه ها، از تجلیات منفی فکر و احساس، از گذشته و آینده به عنوان نیازی روانی. ذهن تو میگه تو نمیتونی از اینجا به اونجا برسی، باید اتفاقی بیفته، باید این بشی یا اون بشی تا نجات پیدا کنی یا رستگار شوی. در واقع ذهن به تو میگه تو به زمان نیاز داری، باید پیدا کنی، باید ریز و درشت کنی، دست بیابی، بشوی یا چیزی رو بفهمی تا نجات پیدا کنی یا رستگار شوی. اون وقت زمان وسیله‌ای میشه برای دستیابی تو به نجات و رستگاری. در حالی که این حالت بزرگترین حجاب نجات و رستگاری است. چون گمان میکنی از جایی که هستی و یا با وجود کسی که همکنون هستی نمیتونی نجات پیدا کنی. باید کاملتر یا بهتر بشی تا مستحق نجات و رستگاری بشی. اما حقیقت اینه که اینجا و لحظه حال تنها نقطه‌ایه که میتونه تو رو به آنجا برسونه. تو به آنجا میرسی اگه بدونی که همکنون همونجا هستی. تو زمانی خدا رو پیدا میکنی که بدونی نیازی به جستجوی اون نیست. به تعبیر رومی، آنان که طلبکار خدایی
خدایید. حاجت به طلب نیست. شمایید. شمایید. چیزی که نکردید گم از بحر چه جویید؟ کس غیر شما نیست. کجایید؟ کجایید؟ در خانه نشینید و مگردید به هر در، زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید. خواهید ببینید رخن در رخ معشوق، زنگار ز آینه به صیقل بزدایید. بنابراین راه نجات و رستگاری یک راه ویژه و منحصر به فرد نیست. شرایط ویژه ای نیاز نیست. میتونی از هر شرایطی استفاده کنی و رستگار و کامیاب بشی. با وجود این فقط از یک نقطه میتونی اقدام کنی. لحظه حال. به دور از زمان حال نجاتی متصور نیست. آیا تنها هستی و کسی نیست که دوستش بداری و دوستت بداره؟ از اونجا به ساحت لحظه حال وارد شو. برای دستیابی به سعادت و کامیابی چیزی جز لحظه حال رو در دست نداری. البته این نکته قابل درک نیست برای ذهنی که میاندیشه هر آنچه که خوب و ارزشمنده در آینده قرار داره. هیچ کاری که در گذشته انجام داده ای و یا بر علیه تو انجام شده نمیتونه مانع تو بشه. مانع این که به آنچه هست آری بگویی و توجه خود رو عمیقاً به لحظه حال معطوف کنی. نمیتونی این کار رو در آینده انجام بدی، یا اون رو در لحظه حال انجام میدی و یا هیچ وقت. رابطه های مبتنی بر عشق نفرت. اگه به فرکانس آگاهی لحظه حال دست نیابی، همه ی رابطه های تو مختل خواهد شد. ممکنه این رابطه ها برای مدت زمان کوتاهی بی عیب و نقص به نظر برسن، مانند زمانی که در متن رابطه ای عاشقانه قرار داری. اما این بی عیب و نقصی ظاهری خیلی زود به جر و بحث، نزاع، نارضایتی و خشونت عاطفی و حتی فیزیکی میکشه. به نظر میرسه که بسیاری از رابطه های عاشقانه خیلی زود به رابطه های مبتنی بر عشق نفرت تبدیل میشن. اون وقت عشق در چشم برهم زدنی رنگ خصومت و حمله به خود میگیره. اون وقت رابطه برای مدتی، مثلا چند ماه و یا چند سال، بین دو قطب عشق و نفرت در رفت و آمد خواهد بود. بنابراین این رابطه هم لذت بخش خواهد شد و هم دردناک. البته زوجها به این چرخه عشق نفرت عادت می کنن. غم و درد اونها به زندگیشون نوعی معنا می بخشه. وقتی تعادل قطبهای مثبت و منفی به هم می خوره و قطب ویرانگر منفی کاملا بر زندگی چیره می شه که دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد، اون وقت رابطه به کلی فرو می ریزه. ممکنه گمان کنی که اگه بتونی قطب منفی رو از زندگی خود حذف کنی، اون وقت همه چیز بر وفق مراد خواهد شد و رابطه زیبا و شکوفا خواهی داشت. اما متاسفانه ممکن نیست. این قطب ها به هم مربوطند، هم بستند. نمی تونی یکی از قطب ها رو بدون دیگری داشته باشی. قطب مثبت رابطه پیشاپیش قطب منفی رو هم در دل خود نهفته داره. هر دوی این قطب ها دروی یک سکن. البته سخن من درباره رابطه های به اصطلاح رمانتیکه. سخن من درباره عشق های حقیقی که قطب متضاد ندارن نیست. عشق های حقیقی ورای ذهن میشکافن. عشق حقیقی همچون آدم آگاه بسیار کمیابه. وقتی شکافی در حجاب ذهن رخ میده، درخشش عشق حقیقی رو میشه مشاهده کرد. البته روی منفی یک رابطه رو راحت تر از روی مثبت اون میشه تشخیص داد. و نیز منبع منفی گرایی رو در یار خود راحت تر تشخیص میدی تا در خود. منفی گرایی در شکل‌های گوناگون خود رو نشون میده. میل به تملک، حسادت، کنترل، بیزاری، میل به برحق بودن، بی‌تفاوتی، خودخواهی، به بازی گرفتن‌های عاطفی، میل به جدل، انتقاد، قضاوت، سرزنش، حمله، خشم، میل به انتقام گرفتن، اعمال خشونت فیزیکی. در روی مثبت تو عاشق یار خود هستی. این حالتیه که کاملا تو رو ارضا میکنه. به تو احساس زنده بودن میده. ناگهان وجود تو معنا پیدا میکنه چون کسی به تو نیاز داره.
تو رو میخواد، به تو احساس مهم بودن میده و تو هم برای اون همین نقش رو ایفا میکنی. وقتی با هم هستید احساس میکنید کامل شده اید. این احساس ممکنه چنان شدید باشه که همه دنیا پیش چشمان شما محو بشه. با وجود این ممکنه دیده باشین که در این رابطه نیاز و چسبیدن هم هست. هر یک از شما به دیگری معتاد شده. دیگری نقش مواد مخدر رو ایفا میکنه. وقتی دیگری یعنی مواد هست تو هم احساس خوبی داری. اما امکان یا فکر این که ممکنه روزی او در کنار یا مال تو نباشه موجب برانگیختن حس حسادت، تملک، حق و سکوت گرفتن‌های عاطفی، سرزنش و اتهام میشه. ترس از فقدان. اگه دیگری روزی تو رو ترک کنه عشق تو تبدیل میشه به خصومت، یأس و یا اندوه شدید. در چشم هم زدنی عشق لطیف تو تبدیل میشه به حمله وحشیانه و یا غم شدید. پس عشق کجا رفته؟ آیا عشق میتونه ظرف چند ثانیه به قطب مخالف خود تبدیل بشه؟ آیا اون احساس عشق حقیقی بوده یا چنگ انداختن و آزمندی معتادانه؟ اعتیاد و جستجوی جامعیت. پرسش: چرا باید ما به دیگری معتاد بشیم؟ پاسخ: دلیل این که تجربه عشق رمانتیک یا احساساتی تا این اندازه هواخواه داره اینه که چنین عشقی ظاهراً هر دو طرف رو از حالت ریشه دار احساس ترس، نیاز، کمبود و نقص که پاره از حالت روشن ناشدگی انسانه رها میکنه. عشق رمانتیک یا احساساتی دو سطح داره، سطح فیزیکی و سطح روانی. در سطح فیزیکی تو جامعیت نداری و تمام نیستی و هرگز نخواهی بود. تو یک مرد و یا یک زن هستی، یعنی نیمی از کل. در این سطح اشتیاق به کمال و جامعیت، یعنی بازگشت به یگانگی، خود رو به صورت جاذبه جنس مخالف ظاهر می کنه. نیاز مرد به زن و نیاز زن به مرد. میل به اتحاد با قطب انرژی متضاد خیش میلیه که نمیشه اون را نادیده گرفت. این اشتیاق فیزیکی ریشه معنوی داره. اشتیاق خاتمه دادن به دوگانگی و بازگشت به حالت جامعیت و یگانگی محض. اتحاد جنسی کوتاه‌ترین راه برای تجربه این حالت در سطح فیزیکیه. به همین دلیله که اتحاد جنسی لذت بخش ترین تجربه‌ایه که قلمرو مادی بشر در اختیار انسان قرار میده. اما اتحاد جنسی چیزی بیش از درک لحظه زود گذر از جامعیت و کمال و اتحاد حقیقی نیست. بارقه ای از رحمت. اما دوگانگی رو هرگز نمیتوان در سطح صورت ها محو کرد. این تجربه آتش اشتیاق تو رو تیزتر کرده. اما تو هنوز خود رو غرق در دریای وصال نمیبینی. بنابراین پس از این تجربه دوباره خود رو در بدن جدا از دیگران خیش میابی. در سطح روانی احساس فقدان و عدم کمال از سطح فیزیکی هم شدید تره. تا موقعی که خود رو با ذهن خیش یکی انگاشته ای، هویت خود رو از بیرون گرفته ای. یعنی احساس این که چه کسی هستی از چیزهایی ناشی میشه که در نهایت هیچ ربطی به تو ندارن. نقش اجتماعی تو، دارایی های تو، ظاهر تو، موفقیت ها یا شکست های تو، باورهای تو و غیره. این خود دروغین و ساخته و پرداخته ذهن، نفس، خود رو شکننده میبینه. احساس ناامنی میکنه و همواره دنبال چیزی میگرده که خود رو با اون یکی بکنه تا احساس بودن کنه. اما هیچ چیز یافت نمیشه که به او احساس کامیابی پایدار و وصال ببخشه. ترس های او باقی میمونن. احساس فقدان و نیاز او از بین نمیرن. اون وقت سر و کله عشق رمانتیک و احساساتی پیدا میشه. به نظر میرسه که این عشق میتونه پاسخی به همه مسائل نفس و نیازهای او باشه. حداقل در وهله اول چنین به نظر میرسه. همه چیزهایی که خواستگاه احساس تو از خود بودن ظاهراً اهمیت خود رو از دست میدن. تو اکنون چیزی رو پیدا کرده ای که جانشین همه اونها میشه.
این چیز به زندگی تو معنا میده. معنایی که با اون میتونی هویت خود رو تعریف کنی. تو حالا دیگه پاره‌ای جدا افتاده در جهانی بیگانه و ناآشنا نیستی. حداقل چنین به نظر میرسه. جهان تو اکنون مرکزی پیدا کرده. معشوق تو. در ابتدا برای چندان مهم نیست که معشوق تو در بیرون توه و بنابراین تو هنوز احساس خود رو از بیرون میگیری. اون چه برات مهمه اینه که احساس نهفته نقص، ترس، کمبود و ناکامی که ویژگی حالت نفسانیه دیگه وجود ندارن. البته شایدم وجود داشته باشن. آیا اونها محو شدن؟ یا اینکه در زیر لایه‌ای از خوشحالی‌های ظاهری پنهان شدن. اگه در رابطه خود هم عشق رو تجربه می‌کنی و هم ضد عشق رو، حمله، خشونت عاطفی و غیره، پس بدان که تو وابستگی نفسانی و اعتیاد به چنگ انداختن به کسی رو با عشق عوضی گرفته‌ای. امکان نداره در این لحظه یار خود رو دوست بداری و در لحظه دیگه به او حمله کنی. عشق حقیقی ضدی نداره. اگه عشق تو ضدی داره پس عشق نیست. بلکه نیازی شدیداً نفسانیه به داشتن احساسی کاملتر و ژرف‌تر از خود. نیازی که معشوق تو به طور موقت اون رو برطرف میکنه. این چیزیه که نفس اون رو جانشین رستگاری میکنه و برای مدتی کوتاه رستگاری هم به نظر میرسه. اما بالاخره زمانی میرسه که یار تو دیگه نمیتونه چنان عمل کنه که نیازهای تو، نیازهای نفس تو ارضا بشن. اون وقت احساس ترس، درد و رنج و کمبود که عناصر ذاتی آگاهی نفسانی هستند و تا این لحظه خود رو پشت عشق رمانتیک پنهان کردن، ناگهان دوباره آفتابی میشن. مانند موارد دیگه اعتیاد، وقتی مواد برای مصرف آماده است، احساس خوبی داری. اما زمانی هم میرسه که مواد موجود نیست. اون وقت احساسات دردناک کشنده تر از پیش ظاهر میشن. حالا احساس میکنی که یار تو باعث این همه درد و رنج و بدبختی بوده. یعنی درد و رنج و بدبختی خود رو به بیرون از خود فرافکنی میکنی. و با تمام نیروی منفی خشونتی که در خود ذخیره کرده ای به دیگری حمله می کنی. حمله تو ممکنه درد و رنج نهفته در یار تو رو تحریک کنه و موجب ضد حمله او بشه. در این مرحله نفس هنوز به طور ناخودآگاه امیدواره که حملهش موجب تغییر رفتار یار بشه و در او رفتارهایی رو برانگیزه تا بتونه با اونها درد و رنج و احساس کمبود خود رو بپوشونه. هر اعتیادی ناشی از انکار و اجتناب ناخودآگاه از رویارویی و گذر از دردها و رنجهای خوده. هر اعتیادی با درد و رنج آغاز میشه و با درد و رنج پایان میابه. مهم نیست که به چه چیز معتاد هستی. الکل، غذا، مواد مخدر، داروهای مسکن و آرام بخش و یا یک شخص. تو از این چیزها و آدمها استفاده می کنی تا درد و رنج خود رو بپوشانی. به همین دلیل وقتی حالت سرخوشی اولیه تموم می شه در رابطه خیش درد و رنج و احساس بدبختی بیشتری می کنی. این چیزها علت درد و رنج و بدبختی تو نیستن. این چیزها درد و رنج و بدبختی نهفته تو رو آشکار می کنن. هر اعتیادی به نقطه ای میرسه که دیگه نمیتونه تخدیر و نشعت بکنه. اون وقت درد و رنج بیشتر به جانت میافکنه. به همین دلیل بسیاری از آدم ها از لحظه حال فرار میکنند و در رهایی رو در آینده جستجو میکنند. اگه اونها توجه خود رو به لحظه حال معطوف کنند، بی تردید نخستین چیزی رو که مشاهده می کنن درد و رنجشونه و این چیزیه که اونها رو می ترسونه. ای کاش اینا می دونستن که دستیابی به نیروی حضور در لحظه حال چه ساده است. نیرویی که گذشته رو و رنجهای مانده بر جا از گذشته رو محو می کنه و توهم رو می زداید. ای کاش
اینان فقط می‌دانستند که تا چه اندازه به واقعیت خیش نزدیک. اجتناب از رابطه به این دلیل که با چالش‌ها و رنج‌های رابطه مواجه نشی نیز چاره کار نیست. در هر حال درد و رنج در وجود تو هست. شکست خوردن در رابطه بیش از شکست نخوردن در انزوا میتونه چشمان تو رو باز کنه. اما اگه بتونی حضور بیشتری رو وارد عرصه تنهایی خود کنی بسیار خوب خواهد بود. ورود به ساحت رابطه روشن. پرسش: آیا میتونیم رابطه اعتیادی خود رو به رابطه از سر بصیرت و روشنی تبدیل کنیم؟ پاسخ: آری، با حضور و تشدید اون، یعنی به وسیله عطف توجه بیشتر به لحظه حال، میتونی به چنین رابطه‌ای دست پیدا کنی، چه تنها باشی و چه با یار و همپیمانی باشی. شکوفای عشق نیازمند نور حضور توه. این نور مانع از این میشه که به اسارت فکر یا دردمندی بدن درایی و یا اینکه خود رو با اونها یکی بپنداری. شناختن خود به عنوان هستی، سکوت، عشق و شادمانی نهفته در زیر لایه‌های فکرها، صداها، بیزاری‌ها و غم‌ها رهایی است، رستگاری است، روشن شدگی است. گذشتن از دردمندی بدن باعث جاری شدن حضور در بستر درد و رنج میشه و درد و رنج رو استحاله میبخشه. گذشتن از فکر به معنای ناظر خاموش فکرها، رفتارها و الگوهای ذهنی خود بودن است. اگه به خودخواهی قضا نرسونی، ذهن نیروی خود رو از دست میده و دیگه نمیتونه تو رو وادار کنه که قضاوت کنی، در برابر آنچه که هست بیستی و به این ترتیب نزاع، اندوه و درد و رنج تازه بیافرینی. در واقع به محض اینکه به واسطه پذیرش آنچه که هست قضاوت متوقف میشه، تو از ذهن رها میشی. به این ترتیب فضایی میافرینی برای عشق، شادمانی و آرامش. ابتدا قضاوت درباره خود رو کنار بذار. اون وقت قضاوت درباره یار خود رو هم کنار خواهی گذاشت. مهمترین عاملی که سلامت رابطه رو تضمین میکنه پذیرش کامل یار خوده، همونطور که هست، بدون اینکه دربارش قضاوت کنی و خواهان تغییرش باشی. این کار بیدرنگ تو رو به فراسوی نفس میبره. اون وقت همه بازیهای ذهنی و چنگ انداختنهای بیمارگونه ناپدید میشه. دیگه نه مقصری میمونه و نه قربانی، نه تهمت زننده یا نه متهمی. در این صورت وابستگی هم از بین میره. دیگه یکی از دو طرف رابطه بر الگوهای ناآگاهانه‌ی ذهنی دیگری تکیه نمی‌کنه و به این ترتیب اون رو به حفظ اون الگوها تشویق نمی‌کنه. بنابراین یا باید عاشقانه از هم جدا بشید و یا هر دو با هم به ژرفای لحظه حال برید، به دل هستی. آیا این کار ساده است؟ آری، ساده است. عشق مرتبه ای از هستی است. عشق تو بیرون از تو نیست، در ژرفای وجود توه. ممکن نیست عشق رو گم کنی و یا اینکه عشق تو رو ترک کنه. عشق به کسی دیگه و یا صورتی خارجی وابسته نیست. در ژرفای سکوت حضور خیش میتونی بیشکلی و بیزمانی واقعیت خود رو به عنوان بعد غیر متجلی زندگی احساس کنی. همون بعدی که به صورت فیزیکی تو حیات می بخشه. به این ترتیب می تونی حیاتی مشابه رو در درون همه چیز و همه کس احساس کنی. اکنون نگاه تو از حجاب صورتها و جدائیها در می گذره و بازیهای اندر پرده رو هم می بینه. این حالت، حالت تجربه وحدت عارفانه همه چیز و همه کس. این حالت عشق است. هستی چیست؟ آن حیات یگانه جاودانه که بنیاد همه صورتهای زندگی است. عشق چیست؟ تجربه حضور آن حیات یگانه جاودانه در خود و در همه چیز و همه کس. یگانه شدن با آن یگانه.
بنابراین همه عشقهای حقیقی تجلی عشق به هستی است. عشق گزینش نمی کنه. همونطوری که نور خورشید گزینش نمی کنه. نور خورشید به کسی بیشتر از کس دیگه نمیتابه. استثنایی قائل نمیشه. استثنا قائل شدن عشق واقعی نیست. عشق نفسانیه. با وجود این شدت و ضعف عشق حقیقی در آدمها فرق میکنه. کسانی پیدا میشن که شفافتر و شدیدتر از بقیه میتونن عشق تو رو در خود منعکس کنن و به تو بتابانند. اگه او هم احساسی مثل احساس تو نسبت به تو داشته باشه، میشه گفت که رابطه ای حقیقتاً عاشقانه شکل گرفته. اون رشته ای که تو رو به او وصل میکنه، همونیه که تو رو به آدم های دیگه، به پرندگان، درخت ها، گیاهان و ستاره ها وصل میکنه. فقط شدت و ضعف احساس تو در این موارد فرق میکنه. ماهیت احساس یکیه. حتی بر رابطه های اعتیادی و مبتنی بر نیاز هم گاهی بارقه هایی از حقیقت میتابه که فراتر از نیاز معتادانه ی طرفین به هم دیگه است. در این لحظه ها ذهن تو و ذهن یار تو موقتا خاموش میشه و دردمندی بدنتون به حالتی غیر فعال در میاد. این حالت در لحظه های نزدیکی فیزیکی یا تماشای معجزه به دنیا آمدن فرزندتون یا در لحظه مرگ یکی از شما یا در لحظه بیماری جدی یکی از شما به وجود میاد. یعنی لحظه هایی که ذهن نیروی خود رو از دست میده. در این لحظه ها هستی تو که معمولاً زیر لایه های ذهن مدفونه خود رو آشکار میکنه و همین هستیه که ارتباط حقیقی رو ممکن میکنه. ارتباط یعنی اتحاد، درک یگانگی ذاتی که همون عشقه. گاهی این حالت چند لحظه بیشتر طول نمیکشه، مگر اینکه اونقدر حضور داشته باشی که ذهن رو دور نگه داری و الگوهای کهنه ذهنی رو کنار بذاری. به محض اینکه ذهن و یکی انگاری خود با اون برمیگردن، تو دیگه خودت نیستی، بلکه تصویری ذهنی از خودت هستی. اینجاست که دست به بازی‌ها و نمایش‌هایی می‌زنی تا نفس خود رو ارضا کنی. تو بار دیگه ذهن انسان میشی، در حالی که تظاهر می‌کنی انسان هستی. اون وقت با دیگری رابطه برقرار می‌کنی و نمایشی رو به اجرا می‌ذاری که به غلط اون رو عشق می‌نامی. گرچه شهود بارقه های ناپایدار از عشق حقیقی امکان داره، اما عشق حقیقی پایدار زمانی میشکفه که تو از یکی انگاری خود با ذهن کاملا رها شده باشی و حضور نیرومند تو بتونه دردمندی بدنت رو محو کنه یا حداقل بتونی به عنوان ناظر برخیشتن حضور داشته باش. اون وقت دردمندی بدن نمیتونه بر تو چیره بشه و عشق تو رو ویران بکنه. رابطه به مثابه تمرینی معنوی. وقتی حالت نفسانی آگاهی و همه مظاهر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اون به مرحله نهایی و ویرانی میرسه، رابطه بین مرد و زن آینه ای میشه که میتونه بحرانی رو منعکس کنه که همکنون گریبانگیر انسانیت شده. از اونجایی که آدم ها به طور روزافزون خود رو با ذهن خیش یگانه میپندارن، بنابراین بیشتر رابطه ها ریشه در هستی ندارند و به همین دلیل به منبع درد و رنج تبدیل میشن و از مسئله ها و نزاع ها تغذیه میشن. در حال حاضر میلیون ها نفر تنها زندگی میکنن و قادر نیستند رابطه صمیمی با کسی برقرار کنند یا نمیخوان حادثه غمبار رابطه گذشته رو تکرار کنن. بعضی ها هم در جستجوی اتحاد با قطب انرژی مخالف مدام از شاخه این رابطه به شاخه رابطه دیگه میپرن. از یک چرخه لذت درد به چرخه لذت دردی دیگه. عده‌ای هم سازش میکنن به خاطر بچه ها یا به خاطر امنیت و یا به خاطر ترس از تنهایی با هم میمونن و رابطه مخدوش و نابسامان رو همچنان ادامه میدن. اینها به هیجان نزاع و درد و درگیری معتاد شدن. با وجود این هر بحرانی نه تنها خطر ایجاد میکنه، بلکه
فرصتی هم می آفرینه. اگه رابطه ها الگوهای ذهنی رو تقویت می کنن و موجب فعال شدن دردمندی بدن می شن، پس چرا این واقعیت رو نپذیریم و از اون فرار کنیم؟ گریز از رابطه و انتظار برای پیدا شدن فردی ایدئال که بتونه همه نیازهای عاطفی تو رو پاسخ بده و تو رو کامل کامل کنه، هرگز چاره خلأ پر نشدنی وجود تو نیست. امکانات نهفته در بحران‌ها و وضعیت‌های دشوار هنگامی به فعلیت می‌رسند که تو همه واقعیت‌های موجود در اون بحران‌ها و وضعیت‌های دشوار رو پذیرفته باشی. تا وقتی که اونها رو انکار می‌کنی، تا وقتی که سعی می‌کنی تو از اونها فرار کنی، تا وقتی که آرزو می‌کنی کاشکی شرایط به گونه دیگه‌ای بود، پنجره فرصت‌ها به روی تو گشوده نمی‌شه و تو زندانی اون شرایط می‌مونی. شرایطی که دیگه تغییر نمی‌کنه و یا بدتر هم میشه. با پذیرش واقعیت‌های موجود، از واقعیت‌های موجود تا حدودی رها می‌شی. برای مثال، وقتی بدونی که ناهماهنگی وجود داره، از طریق دانستن این ناهماهنگی، عنصر تازه‌ای به وجود میاد. اون وقت ناهماهنگی نمیتونه در برابر دگرگونی مقاومت کنه. وقتی بدونی که آرامش رو قرار نداری، دانستن تو فضای آرام رو به وجود میاره که مشفقانه بیقراری و ناآرامی تو رو در بر میگیره و اون رو به قرار و آرامش تبدیل میکنه. تا وقتی که دگرگونی درون مد نظره، از دست تو کاری بر نمیاد. تو نمیتونی خود رو و یا یار خود رو دگرگون کنی. آنچه که از دست تو برمیاد، ایجاد فضایی که در اون دگرگونی بتونه واقع بشه. فضایی که عشق بتونه در اون بشکفه. فضایی که استحقاق جذب لطف و فضل هستی رو داشته باشه. بنابراین، هرگاه رابطه تو مختل شده، هرگاه رابطه تو حاصلی جز ایجاد عصبیت در تو و مخاطب تو نداره، نگران نشو. اون چیزی که در تو پنهان و در تاریکی بوده، اکنون آشکار و آفتابی شده. این فرصتی برای نجات و رهایی. هر لحظه بذر شناخت و آگاهی رو در خود داره. در هر لحظه فرصتی فراهم میاد که تو از آنچه در درونت میگذره با خبر بشی. اگه در تو خشم هست، بدون که در تو خشم هست. اگه در تو حسادت هست، بدون که در تو حسادت هست. اگه در تو میل به دفاع، نزاع، اثبات خود، مهرطلبی یا دردهای عاطفی هست، اونها رو ببین و بشناس. اون وقت رابطه تو با دیگری به تمرینی معنوی تبدیل میشه. اگه رفتار ناآگاهانه یار خود رو مشاهده میکنی، اون رفتار رو در آغوش پر از مهر خود بگیر و بدون که تو واکنشی نشون نخواهی داد. ناآگاهی او و آگاهی تو نمیتونن در کنار یک دیگر زندگی کنن. آگاهی همواره ناآگاهی رو میزداید. انرژی نهفته در پشت حمله و خشونت حضور عشق رو تاب نمیاره. اگه نسبت به ناآگاهی یار خیش واکنش نشون بدی، تو هم ناآگاه خواهی شد. اما اگه در همون لحظه واکنش خود رو ببینی و اون رو وارد حیطه آگاهی خود کنی، چیزی رو از دست نداده ای. بشریت نیاز به تحولی بنیادی داره. این تحول بنیادی تنها شانس بشر برای بقاست. تحول بنیادی بر رابطه تو و کسی که دوستش می‌داری شدیداً اثر خواهد گذاشت. رابطه بین آدم‌ها تا کنون چنین خصمانه و خشن نبوده. رابطه چیزی نیست که تو رو خوشحال کنه، بلکه چیزیه که میتونه تو رو نسبت به خود آگاه تر کنه. اگه این حقیقت رو بدونی، توقع تو از رابطه با دیگری دگرگون میشه و بسیاری از اختلافات شما خود به خود برطرف خواهد شد. اون وقت رابطه میتونه طریقی برای نجات و رهایی باشه و بذر آگاهی بر این رو در تو شکوفا کنه. اونهایی که به الگوهای کهنه میچسبن، رنجشون، خشمشون، آشفتگیشون و عصبیتشون روزافزون خواهد شد. پرسش: گمان میکنم که
برای اینکه رابطه ای تبدیل شه به یک تمرین معنوی، هر دو طرف رابطه باید از خود مایه بذارن. برای مثال، طرف من هنوز به الگوهای کهنه حسادت و تملک چسبیده. من بارها تلاش کردم تا این نکته رو براش روشن کنم، اما اون نمیتونه بفهمه. پاسخ: چه تعداد آدم باید مایه بذارن تا زندگی تو به یک تمرین معنوی تبدیل بشه؟ نگران همکاری یار خود نباش. آگاهی فقط از طریق توه که پا به دنیای ما میذاره. لازم نیست منتظر آگاه شدن دنیا بمونی تا بعد از اینکه دنیا آگاه شد اون وقت تو هم آگاه بشی. ممکن انتظار تو تا ابد طول بکشه. همدیگر رو به ناآگاهی متهم نکنید. به محض اینکه شروع به بحث کردن میکنی، خود رو با موقعیتی ذهنی برابر ساخته ای. و اکنون نه تنها از اون موقعیت دفاع میکنی، بلکه مواظب این خود هم هستی. نفس داره تغییر میکنه. تو ناآگاه شده ای. گاهی شاید لازم باشه به بعضی از ویژگی های رفتار یار خود اشاره کنی. اگه خیلی هوشیار باشی، اگه حضوری شدید داشته باشی، میتونی خالی از نفسانیت به این ویژگی ها اشاره کنی. بدون اینکه اونو سرزنش کنی، متهم کنی و یا خطاهاش رو به رخش بکشی. وقتی یار تو ناآگاهانه رفتار میکنه، همه ی قضاوت ها رو کنار بذار. قضاوت، قاطی کردن رفتار ناآگاهانه دیگران با اون چیزیه که واقعا هستند. قضاوت فرافکنی ناآگاهی خود به دیگران. ما گاهی ناآگاهی خود رو به دیگران فرافکنی میکنیم. اون وقت تصویر خود رو در آینه وجود اونها میبینیم و اونها رو محکوم میکنیم. کنار گذاشتن قضاوت به معنی این نیست که اگه اختلالی در رفتار کسی دیدی و یا اگه ناآگاهی رو در کسی مشاهده کردی اون رو به جا نیاری. کنار گذاشتن قضاوت یعنی آگاهی محض باش، نه واکنش محض. واکنشی عمل نکن. در این صورت از واکنش آزاد خواهی بود. و یا اگه واکنشی از تو سرزد، در همون لحظه تو نسبت به واکنش خود آگاه هستی و تویی که به اون اجازه میدی تا واقع بشه. به جای جنگیدن با تاریکی، چراغی برافروز. به جای واکنش نشون دادن به توهمات دیگران، شاهد توهم باش. حضوری آگاه بودن فضای میآفرینه برای حضور عشق، فضایی که به همه آدم ها اجازه میده تا همون گونه باشند که هستند. چنین حضوری همان کیمیاست که مسها رو به طلا تبدیل میکنه. اگه این حالت رو تمرین کنی، یار تو دیگه نمیتونه با تو باشه و آگاه نباشه. اگه هر دوی شما بپذیرید که رابطه باید تمرینی معنوی باشه، بسیار بهتر خواهد شد. اون وقت میتونید افکار و احساسات خود رو به محض اینکه به وجود میان به هم دیگه ابراز کنید. به این ترتیب دیگه ظرف زمانی به وجود نمیاد که در اون احساسات بیان نشده و یا اندوه بتونه بمونه و رشد کنه. یاد بگیرید که احساساتتون رو بدون سرزنش یکدیگر بیان کنید. یاد بگیرید که با حالتی گشوده و غیر دفاعی به دیگری گوش بسپارید. به دیگری مجالی بدید تا بتونه افکار و احساسات خود رو بدون ترس و خجالت بیان کنه. حاضر باشید. اون وقت همه الگوهایی که برای حفاظت و تقویت نفس طراحی شدن، مثل متهم کردن، دفاع کردن، حمله کردن و غیره، زائد خواهند شد. فضا دادن به دیگری و همچنین به خود حیاتیه. بدون این فضا عشق نمی بالد. اگه دو عامل ویرانگر رابطه رو از میان برداری، وقتی که دردمندی بدن استحاله پیدا کرده و تو دیگه خود رو با ذهن خیش و موقعیت ذهنی خیش برابر نمیدونی و اگه یار تو هم همین حال رو داشته باشه، اون وقت هر دو میتونید شاهد موهبت به گل نشستن رابطه خود باشی. به جای اینکه درد و رنج و ناآگاهی خود رو در آینه دیگری ببینید
به جای ارضای نیازهای معتاد نفس خود، میتونید نور پرفروغ عشقی رو که در اعماق وجود خود احساس میکنید به یکدیگر بتابانید. نوری که حاصل تجربه یگانگی خود با همه چیز و همه کسه. این عشق همون عشقیه که ضد نداره. اگه تو آزاد هستی و یار تو هنوز خود رو با ذهن خیش یگانه میپنداره، این وضعیت برای تو چالشی بزرگه. نه برای تو، بلکه برای یار تو هم همینطور. زیستن با کسی که روشن شده آسون نیست و شاید هم انقدر آسونه که نفس به شدت احساس تهدید میکنه. از یاد نبر که نفس محتاج مشکل و مسئله، نزاع و دشمنه تا بتونه احساس جدایی رو تقویت کنه. احساسی که هویت جداگانه و متفاوت نفس رو شکل میده. ذهن روشن ناشده یار تو عمیقاً آزرده خواهد شد، چون موقعیت‌های تثبیت شده اون مقاومت خود رو از دست میده. به لرزه میفته و تا مرز نابودی و محو خود پیش خواهد رفت. دردمندی بدن واکنش‌های ویژه‌ای میطلبه و اونها رو پیدا نمی‌کنه. دردمندی بدن نیازمند جر و بحث، غم و درگیریه و اینها رو به دست نمیاره. این نکته رو همواره به یاد داشته باش. بعضی از آدم‌های بی‌تفاوت، خونسا، منزوی، خجالتی و گوشه‌گیر ممکنه خود رو روشن شده تلقی کنن یا حداقل اینطور وانمود کنن که حالشون کاملاً خوبه و هرچی نقصه به یارشون مربوط میشه. مردها معمولاً بیشتر دچار این حالتن تا زنها. مردها معمولاً یار خود رو کم عقل و یا احساساتی تلقی میکنن. اما اگه بتونی عواطف خود رو احساس کنی، اون وقت از مشاهده درخشش کالبد درونی خیش چندان دور نیستی. اگه معمولا در ذهن خود زندگی می‌کنی، فاصله تو از این نور بسیار زیاده. پیش از رسیدن به این نور، لازمه که آگاهی رو به قلمرو کالبد خیش ببری. اگه نور عشق و شادمانی از تو ساطع نیست، اگه حضوری کامل نداری، اگه به روی بیکرانه گشوده نیستی، بنابراین روشن شده هم نیستی. یکی دیگه از میزانها برای سنجش خود اینه که در هنگامه چالش ها و دشواری ها کیفیت رفتار خود رو مشاهده کنی. اگه دچار توهم نفسانی باشی، اون وقت زندگی چالشی پیش پات میذاره تا صورتهای گوناگون ناآگاهی درونت رو آشکار کنه. از جمله ترس رو، خشم یا حالت تدافعی گرفتن، قضاوت، افسردگی و غیره. اگه با کسی در ارتباط هستی، بیشتر چالش‌های تو از طرف او خواهد بود. یعنی او برای تو امتحان. مثلا ممکنه یک زن با مردی زندگی کنه که بی‌تفاوته و مرتب در ذهن خیش فرو میره. مرد از گوش دادن به حرف‌های همسر خیش، از بذل توجه کافی به او و دادن مجالی به همسر خیش برای بودن ناتوانه. مرد به دلیل فقدان حضوره که ناتوانه. این ناتوانی چالشی برای زن. غیبت عشق در رابطه که زن اون رو بیشتر از مرد احساس میکنه، موجب دردمندی بدن زن میشه و به واسطه همین دردمندی بدنه که به مرد خیش میتازه. اون رو سرزنش میکنه، از او انتقاد میکنه، دست به اشتباهاتی عمدی میزنه و غیره. این کارهای زن به نوبه خود چالشی میشه برای مرد. مرد برای دفاع از خود در برابر حمله هایی که از دیدگاه مرد غیر موجهه و حمله های دردمندی بدن زنه، بیشتر به اعماق موضع ذهنی خیش فرو میره. موضعی که به نظر مرد موجهه و از خود دفاع میکنه و یا دست به ضد حمله میزنه. سرانجام این عمل دردمندی بدن مرد رو هم تشدید میکنه. وقتی دو طرف رابطه تا این حد سلطه ذهن برخیش رو میپذیرن، به اعماق ناآگاهی، خشونت عاطفی، حمله های بیرحمانه و ضد حمله های شدیدتر میرسن. این وضعیت فروکش نمیکنه تا اینکه آتش فشان دردمندی بدن هر دوی اونها از فرط خستگی غیر فعال بشه. تا زمانی دیگه. این فقط نمونه‌ای بود از سناریوهای بیشمار. اجازه بده
به سناریویی که همکنون دربارش سخن گفتم نگاهی گذرا بندازی. هر چالشی که در این رابطه وجود داره مجالی پنهان برای رها شدنه. در هر ساعت از روند این رابطه مختل میشه از ناآگاهی رها شد. برای مثال، عمل خصمانه زن میتونه هشداری باشه به مرد برای بیرون اومدن از وضعیت یکی انگاری خود بازه. بیدار شدن نسبت به لحظه حال، حضور پیدا کردن به جای یکی شدن بیشتر بازه و فرو رفتن بیشتر در ناآگاهی. زن به جای اینکه عین دردمندی بدنش بشه، میتونه آگاهی بشه ناظر بر دردهای عاطفی درون خیش. به این ترتیب زن به کیمیای نیروی لحظه حال دست پیدا میکنه و درد و رنج خیش رو استحاله میبخشه. این کار فرافکنی اتوماتیک درد و رنج رو از میان بر میداره. او دیگه میتونه احساساتش رو بی‌ترس و بدون شرمندگی با همسرش در میون بذاره. البته تضمینی نیست که همسرش به حرفاش گوش بده، اما حداقل همسر او مجال مناسب به دست میاره تا حضور پیدا کنه و چرخه احمقانه و غیر ارادی عمل بر اساس الگوهای کهنه رو بشکنه. اگه زن این فرصت رو از دست بده، مرد میتونه ناظر بر واکنش‌های ذهنی عاطفی خود نسبت به دردهای زن و حالت دفاعی خود باشه. مرد میتونه بیدار شدن دردمندی بدن خیش رو هم مشاهده کنه و به این ترتیب آگاهی رو به ساحت احساسات خود وارد کنه. بدین سان فضای آرام و شفاف و ناب بیداری پا به عرصه زندگی اونا میذاره. دانستن نظارتی ساکت و خاموش. مشاهده این بیداری درد و رنج رو نفی نمی کنه، بلکه به فراسوی درد و رنج میره. این بیداری به درد و رنج مجال بودن میده و به این ترتیب اون رو استحاله میبخشه. این بیداری پذیرای همه چیز هست و به این ترتیب همه چیز رو دگرگون میکنه. این گونه است که زن میتونه دری رو به روی خیش باز کنه، از اون در بگذره و در فضایی باز و روشن به همسر خود بپیونده. اگر پیوسته و یا در اکثر اوقات در رابطه خیش حضور داری، حضور تو بزرگترین چالش و امتحان برای یار و یا همسر تو. او تا به حضور تو رو نداره و به ساحت ناآگاهی خیش میخزه. اگه مستعد حضور تو باشه، از دری که تو به روش باز کرده ای گذر خواهد کرد و در فضای روشنی و آزادی و سبکبالی به تو ملحق خواهد شد. در غیر این صورت تو از او جدا خواهی شد، همچون جدای آب از روغن در یک لیوان. حضور نور برای کسی که میخواد در تاریکی بمونه بسیار دردناکه. چرا زنها به روشنی نزدیک تر هستن؟ پرسش: آیا موانع روشن شدگی برای مرد و زن یکسانه؟ پاسخ: آری، اما برای زن احساس کالبد خیش و بودن در اون راحت تره. بنابراین زن به طور طبیعی به هستی نزدیک تره و بالقوه به روشن شدگی هم نزدیک تر از مرده. به همین دلیله که در آموزه های عرفانی اون واقعیت استعلایی و قایی رو به زن تشبیه کردن و درباره قد و قامت سرو او، لب لعل او، چشمان نرگس او و شب پرستاره گیسوی او داده سخن دادند. این واقعیت استعلالی به زهدانی کیهانی تشبیه شده که همه چیز و همه کس رو در خود به وجود میاره، در خود پرورش میده، در خود به دنیا میاره و در خود حفظ میکنه. همون کاری رو که زن به عنوان مادر انجام میده. در کتاب داود جین که یکی از کتاب‌های بسیار قدیمی و ژرف جهانه نوشته شده، تا او یعنی هستی که بیکرانه است و جاودانه ی حاضر، مادر همه کائنات است. زن به طور طبیعی به این تا او نزدیکتر تا مرد، چون زن تجلی کاملتر این ذات غیر متجلیه و علاوه همه چیز و همه کس سرانجام به این منبع و اصل خود باز می گردند. همه چیز و همه کس
در تو محو می شود. فقط اوست که باقی می ماند. از اونجایی که منبع به عنوان مادگی تلقی شده، در روانشناسی و اسطوره شناسی زن رو سرلوحه تاریک و روشن هستی تلقی کردن. ذات هستی یا مادر هستی دو جنبه داره. یعنی هم حیات می بخشه و هم می میراند. وقتی که ذهن چیره شد و آدم ها ارتباط خود رو با واقعیت ذات الهی خیش از دست دادن، اونها شروع کردن به ایجاد تصویری مذکر از خداوند در ذهن خیش. اون وقت جوامع مردسالار شدند و زن به عنوان جنس دوم تلقی شد. منظور من این نیست که اشتباه گذشته رو تکرار کنیم و این بار برای خداوند جنسیتی مؤنث قائل بشیم. بعضی از فمینیست ها به جای اله از واژه الهه استفاده می کنند. اونا سعی می کنند تعادل از دست رفته بین زن و مرد رو به نحوی دوباره برقرار کنند. این عمل شاید در کوتاه مدت مفید باشه، اما در نهایت چیزی نیست جز دل مشغولی به واژه ها. نشانه ها و علائم مفیدند اما مقصد نیستند. باید به فراسوی واژه ها سفر کرد و در ارتباط با ذاتی قرار گرفت که این واژه ها و نشانه ها به او اشاره دارند. اگه به نشانه ها بچسبیم و دل مشغول واژه ها بشیم، از راه و از مقصد باز میمونیم. اگه به واژه ها و نشانه ها بچسبیم، اونها رو به موانع و حجاب راه تبدیل می کنیم. البته یک موضوع رو نباید فراموش کرد. اینکه فرکانس انرژی ذهن اساساً مذکره. ذهن مقاومت می کنه، برای سلطه می جنگه، به نفع خود بهره برداری می کنه، حمله می کنه، تملک جوه و غیره. به همین دلیل خدای تورات خدایی دارای ویژگی های مردانه. خدایی که خشمگین میشه و باید از او ترسید. چنین خدایی فرافکنی ذهن مردان است. فراتر رفتن از ذهن و اتصال با واقعیت ژرف هستی مستلزم ویژگی های دیگریه، یعنی تسلیم، عدم قضاوت، گشودگی که به زندگی مجال زندگی میده و در مقابل زندگی مقاومت نمی کنه. توان جا دادن همه چیز در آغوش فهم عاشقانه هستی. همه این ویژگی ها به فطرت زن نزدیکترن تا به فطرت مرد. رقص زندگی با این ویژگی ها تحقق پیدا می کنه. با همین ویژگی هاست که میشه قصه عشق رو نوشت و در ستایش زندگی شعر گفت. در حالی که انرژی ذهن سفت و بی انعطافه. ذهن نمی تونه به اشراق ها مجال ظهور و بروز بده. انرژی هستی لطیف و زیباست و در عین حال نیرومندتر از انرژی ذهنه. انرژی هستی در قدرت و لطافت به آتش و بال پروانه میماند. مسیحا در عین انعطاف و لطافت و عریانی نیرومندتر از همه دشمنان زره پوش و تا به دندان مسلح خود بود. ذهنه که تمدن ما رو اداره میکنه، در حالی که هستیه که عهده‌دار حیات بر روی کره خاکی ما و نظم و بقای همه کائنات. هستی علیم و بصیره و جهان چیزی نیست مگر جلوه او در آینه ممکنات. گرچه زنان بالقوه به هستی نزدیک‌ترند، مردان هم در درون خیش به هستی دسترسی دارند. در زمان ما بسیاری از مردان و همچنین زنان اسیر ذهن خیشند. اونها خود رو با فکر و دردمندی بدن خیش یکی انگاشتن. این وضعیت مانع روشن شدگی و شکوفایی عشق میشه. به طور کلی میشه گفت که بزرگترین حجاب مردها ذهن اوناست و بزرگترین حجاب زنها دردمندی بدن اوناست. گرچه در بعضی موارد قضیه برعکس میشه. در بعضی ها هم هر دوی این حجاب ها با هم وجود داره. محو کردن دردمندی بدن زنانه و جمعی. پرسش: چرا دردمندی بدن برای زن حجابه؟ پاسخ: دردمندی بدن معمولاً جنبه جمعی و همچنین جنبه شخصی داره. جنبه شخصی دردمندی بدن باقی مانده ذخیره شده دردی عاطفیه
که انسان در گذشته خود تجربه کرده. جنبه جمعی دردمندی بدن باقی مانده ذخیره شده دردیه که روح جمعی افراد یک اجتماع و یا یک کشور در طول صدها و یا هزاران سال گذشته تجربه کرده. دردهایی مانند بیماری‌ها، شکنجه‌ها، جنگ‌ها، قتل‌ها، وحشیگری‌ها، دیوانگی‌ها و غیره. دردمندی بدن شخصی بهره‌ای از دردمندی بدن جمعی داره. برای مثال، افراد بعضی از نژادها یا کشورها که در میانشان فشار و خشونت افراطی چه از طرف دولت و یا از طرف مردم رخ میده، شدیدتر از دیگران دردمندی بدنشون رو بروز میدن. کسی که باقی مانده ذخیره شده دردهای عاطفی گذشته رو در خود داره و اینقدر آگاهی نداره که خود رو با اونها یکی ندونه، مجبوره اون دردها رو به تکرار تجربه کنه. چنین آدمی به سادگی مرتکب خشونت و یا قربانی خشونت میشه. اونهایی که شغل بیشرفانه شکنجه و اخذ اقرار رو در تشکیلات فاشیستی به عهده دارند، معمولاً کسانی هستند که نتونستند با دردها و شکستهای عاطفی گذشته خود کنار بیان. به این افراد اصطلاحاً عقده‌ای میگن. اینان هم قربانی خشونتند و هم عامل خشونت. توجیهات گوناگونی که این گونه افراد برای کار خود میتراشند صرفاً ترفندهایی برای تسکین خود. البته همه آدم ها بالقوه به بصیرت و روشنی دسترسی دارند. شاید کسی که دچار کابوسه زودتر از کسی که خوابهای معمولی میبینه از خواب بیدار بشه. هر زنی صرف نظر از دردمندی بدن خودش سهمی در دردمندی بدن جمعی زنان داره، مگر اینکه کاملا آگاه شده باشه. این مشارکت از طریق تفرعون مرد نسبت به زن، به بردگی کشیدن زن، استثمار زن، تجاوز به زن، زاد و ولد، از دست دادن فرزند و غیره طی هزاران سال حاصل شده. درد عاطفی و فیزیکی که برای بسیاری از زنان پیش از شروع قاعدگی و در طی اون احساس میشه، همون جنبه جمعی دردمندی بدنه که در این ایام بیدار میشه. گرچه این جنبه ممکنه در ایام دیگه هم بیدار بشه. این جنبه جریان آزاد انرژی بدن رو محدود میکنه. محدودیتی که قاعدگی بیان فیزیکی اونه. اجازه بده درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم و ببینیم چطور میشه اون رو به مجالی برای بیداری و روشن شدگی تبدیل کرد. در ایام قاعدگی زن به شدت تحت تصرف دردمندی بدن خیشه. این ایام و این دردمندی چنان انرژی داره که میتونه به راحتی زن رو به وادی ناآگاهانه یکی انگاری خود با این دردمندی بدن بکشونه. بنابراین زن به طور فعال در تملک میدان نیروییه که فضای درون اون رو اشغال میکنه و تظاهر میکنه که خود اونه، اما البته خود اون نیست. این دردمندی از زبان زن سخن میگه، از طریق زن عمل میکنه، به واسطه زن فکر میکنه. این دردمندی وضعیتی منفی رو برای زندگی زن به وجود میاره و از این وضعیت تغذیه میکنه. این دردمندی به درد بیشتری نیازمنده، هر چی میخواد باشه. من این روند رو پیش از این توضیح دادم. این دردمندی میتونه خطرناک و ویرانگر بشه. این دردمندی بدن فقط درده، همین. و تو درد داری، اما درد خیش نیستی. در زمانه ما، تعداد روزافزون زنانی که در راه آگاهی کامل و بیداری سلوک می کنند، بیش از تعداد مردانه. ممکنه مردها سرانجام خود رو به سطح زنها برسونند، اما برای مدت زمانی قابل ملاحظه، شکافی بین آگاهی مردها و آگاهی زنها وجود خواهد داشت. زنها نقشی رو باز میابند که نقش طبیعی اونهاست. اما وضعیت در مردها کاملا متفاوته. زنها به طور طبیعی پلی هستند بین ذات متجلی هستی، یعنی دنیای صورتها و مظاهر، و ذات غیر متجلی هستی، یعنی باطن هستی.
وظیفه تو به عنوان یک زن اینه که دردمندی بدن خیش رو چنان استحاله ببخشی که دیگه حجابی بین تو و خیشتن خیش تو نشه. البته باید با موانع دیگه از جمله ذهن مدام در فکر خیش هم کنار بیای. اما مهمترین مانع تو همون دردمندی بدن توه که رهایی از اون، رهایی از یکی انگاری خود با ذهن هم هست. نخستین نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشی اینه: تا موقعی که از درد و رنج‌هات هویتی برای خود می‌سازی، نمی‌تونی از اونها رها بشی. تا موقعی که پاره‌ای از احساس تو از خود رو درد عاطفی تو تشکیل میده، ناآگاهانه هر کوششی که برای شفای اون درد انجام میدی بی نتیجه میمونه. چرا؟ پاسخ این پرسش بسیار ساده است. چون تو میخوای دست نخورده باقی بمونی و درد هم پاره ای از تو شده. تو نمیخوای پاره ای تو از تو جدا بشه. این روند کاملا ناآگاهانه است و تنها راه غلبه بر اون آگاهیه. وقتی ناگهان میبینی که تا به حال به درد و رنج خیش وابسته بوده ای، دچار شگفتی میشی. وقتی که این حقیقت رو میفهمی، رشته وابستگی رو گسسته ای. دردمندی بدن که همون باقی مانده ذخیره شده دردهای عاطفی گذشته در ذهنه، میدانی از انرژی که همچون هویت در فضای درون تو خانه کرده. دردمندی بدن انرژی حیاتیه که به دام افتاده. انرژی که دیگه جاری نیست. البته دردمندی بدن معلول حوادثی خاصه که در گذشته تو اتفاق افتاده. در این شکی نیست. دردمندی بدن گذشته‌ایه که هنوز در تو زندگی میکنه و اگه تو خود رو با اون یکی بپنداری، خود رو با گذشته یکی پنداشته ای. به این ترتیب برای خود هویت یک قربانی، یک مظلوم رو میتراشی. هویت قربانی این باوره که گذشته از حال نیرومندتره. این باور که دیگران و آنچه که آنان در حق تو انجام دادند باعث شده تا تو چیزی بشی که همکنون هستی. واجد این دردهای عاطفی و ناتوان از این که خودت باشی. حقیقت اینه که تنها نیرویی که وجود داره نیرویی که در دل لحظه حال نهفته است. نیروی حضور تو در لحظه حال. به محض اینکه این نیرو رو بشناسی، این نکته رو هم خواهی فهمید که تنها خود تو مسئول وضعیتی هستی که در درون خیش احساس می‌کنی، نه کسی دیگه. و اینکه گذشته هرگز نمی‌تونه بر نیروی لحظه حال غلبه کنه. بنابراین یکی انگاری خود با محتوای ذهن خیش مانع این میشه که بتونی دردمندی بدن خیش رو مداوا کنی. بعضی از زنها تونستن هویت قربانی خود رو در سطح شخصی کنار بذارن، اما هنوز نتونستند هویت قربانی جمعی خود رو کنار بذارن. اونها مدام میگن ببینید مردها چه بر سر زنها آوردن. اونا درست میگن و در این حال اشتباه میکنن. اونا درست میگن چون دردمندی بدن جمعی زنان تا حدود بسیار زیاد نتیجه خشونتی بوده که مردها در طول قرنها و هزارها بر اونها اعمال کردند. اما زنان اشتباه میکنند اگه بخوان از این واقعیت احساسی از خود رو شکل بدن و اون وقت خود رو در حصار هویت قربانی جمعی زندانی کنند. اگه زنی هنوز به خشم، بیزاری و یا سرزنش چسبیده، پس او هنوز تلاش میکنه تا دردمندی بدن خیش رو حفظ کنه. این کوشش ممکنه به او هویتی ببخشه و او رو ارضا کنه. همبسته بودن با زنان دیگر. اما همین کوشش او رو در اسارت گذشته نگه میداره و مانع دستیابی او به خیشتن حقیقی خیش و نیروی بیکران آن میشه. اگه زنان بخوان خود رو از مردان جدا و مستثنا کنند، به احساس جداییشون دامن میزنن و به این ترتیب نفس خود رو فربه‌تر میکنن. نفس هر چه فربه‌تر بشه، فاصله تو از حقیقت خیش بیشتر میشه. بنابراین از دردمندی بدن برای کسب هویت استفاده نکن و
در عوض اون رو به وسیله‌ای برای روشن شدگی تبدیل کن. اون رو به آگاهی تبدیل کن. یکی از بهترین زمانها برای این استحاله ایام قاعدگی است. من مطمئنم که در سالهای آینده بسیاری از زنان از طریق همین ایام به ساحت آگاهی وارد خواهند شد. این ایام برای بسیاری از زنان معمولاً ایام ناآگاهیه، چون اونها در این ایام تحت تصرف دردمندی بدن جمعی زنانند. وقتی به سطحی از آگاهی رسیده ای، میتونی در جهت معکوس حرکت کنی و به ناآگاهی بخزی. اما این کار رو نکن. در عوض سعی کن به سطح آگاهی خیش اضافه کنی. پیش از این درباره روند اساسی این نکته سخن گفتم، اما اجازه بده دوباره اون رو تکرار کنم. این بار با اشاره خاص به دردمندی بدن جمعی زنانه. وقتی میدونی که ایام پریود تو نزدیک شده، پیش از احساس نخستین علائم اضطراب دوره قاعدگی، یعنی بیداری دردمندی بدن زنانه جمعی، کاملا هوشیار شو و تا جایی که ممکنه در کالبد خیش ساکن شو. وقتی نخستین علامت ظاهر شد، باید انقدر هوشیار باشی که پیش از اینکه پریود بر تو چیره بشه، تو اون رو در چنگ بگیری. برای مثال، نخستین علامت ممکنه تحریک شدید و یا برق خشم باشه و یا علامتی کاملا بدنی. هرچی هست اون رو پیش از آن که بر تو چیره بشه در طور توجه خود بنداز. منظور اینه که نخستین علامت از حوزه توجه تو فرار نکنه، یعنی واقع بشه بدون اینکه تو متوجه اون شده باشی. نخستین علامت اگه یک احساسه، انرژی نهفته در پشت اون رو احساس کن، بدون که این احساس دردمندی بدنه. در عین حال داننده هم باش، یعنی خود رو به عنوان کسی که حاضره و آگاهانه به این احساس نگاه میکنه حس کن. نیروی حضور خود رو لمس کن. وقتی حضور خود رو به درون احساسی میبری، اون احساس فروکش میکنه و استحاله پیدا میکنه. اگه نخستین علامت بدنیه، توجهی که به اون معطوف میکنی مانع این میشه که آنچه اتفاق افتاده به یک احساس یا فکر تبدیل بشه. اون وقت همچنان آگاه باش و منتظر علامت بعدی دردمندی بدن بمون. وقتی علامت بعدی ظاهر شد، به همین ترتیب بلافاصله اون رو به طور توجه خود بنداز. دفعه بعد وقتی که دردمندی بدن از حالت غیرفعال خود بیرون اومده و کاملا فعال شده، ممکنه برای مدتی، مثلا چند روز، آشوبی رو در درون خیش احساس کنی. این آشوب درونی هر شکلی که میخواد داشته باشه مهم نیست. تو حضور خیش رو حفظ کن و غایب نشو. توجه خود رو کاملا به اون معطوف کن. آشوب درون خیش رو مشاهده کن. بدان که این آشوب در تو هست. از این دانستن منصرف نشو. عین این دانستن شو. به یاد داشته باش. اجازه نده که دردمندی بدن از ذهن تو استفاده کنه و بر فکر تو غالب بشه. تماشاش کن. انرژی اون رو در درون خیش احساس کن. توجه کامل یعنی پذیرش کامل و تمام. از خلال توجه مدام و پذیرش استحاله اتفاق می افته. استحاله یعنی دگرگونی بنیادی، یعنی تبدیل شدن مس به طلا. دردمندی بدن به آگاهی روشن و روشنگر تبدیل میشه. همونطور که یک تیکه چوب در مجاورت آتش آتش میشه. اون وقت دوره قاعدگی تو نه تنها به ابراز شادمانه و مؤثر زن بودن تو تبدیل خواهد شد، بلکه ایامی مقدس برای تحول بنیادی تو هم خواهد بود. ایامی که تو آگاهی تازه‌ای رو به دنیا میاری. به این ترتیب حقیقت تو درخشیدن آغاز میکنه، هم در صورت زنانه آن به عنوان یک الهه و هم در صورت جنبه استعلایی آن به عنوان تجلی ذات الهی هستی که فراتر از جنسیت و فراتر از زن یا مرد بودنه.
اگه مرد تو به اندازه کافی آگاهه، میتونه به تو کمک کنه با حفظ حضوری کامل و تمام در این ایام. اگه او حضور داشته باشه، هر وقت که تو به قلمرو ناآگاهی بلغزی که در ابتدای سلوک امری طبیعیه، میتونی از نیروی حضور او کمک بگیری و بلافاصله به او ملحق بشی. منظورم اینه که هرگاه دردمندی بدن موقتاً بر تو چیره میشه، چه در دوره قاعدگی و یا هر زمان دیگه، شریک زندگی تو رو با دردمندی بدنت اشتباه نخواهد گرفت. حتی اگه دردمندی بدن تو به او حمله ای کنه، او واکنشی نشون نخواهد داد و دست به ضد حمله نخواهد زد. او به حضور کامل خود در میآویزه. برای استحاله به چیز دیگه‌ای نیاز نیست. در سایر اوقات وقتی که او خود رو با ذهن خیش تطبیق داده، این تویی که میتونی به او کمک کنی و آگاهیش رو از ذهن باز پس بگیری با برگرداندن توجه او به اینجا و لحظه حال. در این صورت یک میدان انرژی پایدار با فرکانس بالا و ناب مدام شما رو در بر خواهد داشت. نه توهم، نه درد و رنج، نه نزاع و خصومت، نه آنچه که شما نیستید، نه آنچه که عشق نیست، هیچ کدام تا به تحمل این رابطه روشن شما رو ندارن. همه محو خواهند شد. اون وقت مقصود الهی و فراشخصی آفرینش توسط رابطه شما محقق خواهد شد. گردابی عظیم از آگاهی که بسیاری را به درون خیش خواهد کشید. رابطه در سطح ظاهر و باطن. پرسش: وقتی کسی کاملا آگاه و هوشیاره، آیا باز به رابطه با دیگری نیازمنده؟ برای مثال اگه مرد باشه، باز به سوی یک زن کشیده خواهد شد. اگه زن باشه، آیا بدون یک مرد باز احساس ناکامل بودن خواهد کرد؟ پاسخ: چه روشن شده باشی یا نه، چه مرد باشی چه زن، در سطح هویت صوری خود کامل نیستی. تو نیمه ای از یک کل هستی. این نیمه بودن صرف نظر از این که تا چه حد آگاه هستی، به شکل جاذبه ی جنس مخالف تجلی پیدا می کنه. کشش به سمت انرژی قطب متضاد. اما در ژرفای خود و در سطح اتصال خود به هستی، این جاذبه چیزی نخواهد بود مگر چیزی که در سطح و حاشیه زندگی تو اتفاق می افته. در اون ژرفا همه اتفاقات و تمامی صورتهای پدیده ها، حباب ها و امواجی بر سطح اقیانوس به نظر خواهند رسید. تو همان دریایی و در این حال حباب هم هستی. اما حبابی که حقیقت خیش رو شناخته و می دونه که دریاست. برای دریا حباب ها انقدر هم مهم نیستن. منظورم این نیست که با این شناخت دیگه با کسی رابطه برقرار نمی کنی. در واقع وقتی می تونی رابطه درست و ریشه دار با کسی برقرار کنی که هستی رو شناخته باشی. وقتی به چنین شناختی دست پیدا می کنی، اون وقت توجه تو به فراسوی صورت یار خیش معطوف می شه. در ژرفای هستی زن و مرد یکی و یگانند. ممکنه صورت و شکل تو هنوز به چیزهایی نیازمند باشه، اما هستی تو به چیزی نیازمند نیست. هستی تو کامل و تمامه. اگه نیازهای صورت و شکل فیزیکی تو برآورده بشن بسیار خوبه، اما اگه چنین نشد، صورت باطنی تو آسیبی نخواهد دید. بنابراین اگه کسی که روشن شده است جفتی پیدا نکنه، ممکنه در سطح صورت و ظاهر احساس کمال نکنه، اما در سطح معنا و باطن احساس کمال، کامیابی و آرامش میکنه. پرسش: آیا مثل دیگران نبودن رحمت یا زحمت؟ پاسخ: بدیهیه که اکثریت افراد جامعه تو بر اساس الگوهای کهنه ذهنیشون زندگی میکنن. اونها بر اساس این الگوها فکر می کنند و واکنش نشون می دن. معلومه که آگاهی تو فراتر از ناآگاهی اونها قرار خواهد گرفت و تو تا حدودی در میان آنها بیگانه تلقی خواهی شد. این که از طرف اونها پذیرفته نشی برای تو زحمت ایجاد می کنه.
اما این زحمت عین رحمت خواهد شد. اگه محتاج کام و ناز دیگران باشی، تا به ساحت آگاهی و روشنی رو نخواهی داشت. زحمت دیگران آگاهی تو رو شدیدتر خواهد کرد. در سطح آگاهی و حضور بلا سبب خیره. اما سعی نکن از بلا کشی خود هویتی تازه برای خود بیافرینی. در غیر این صورت باز به دامن نفس افتاده ای. همون هویت قربانی و مظلوم. نفس با این هویت تازه باز تو رو به دامن ناآگاهی میاندازه. پرسش: آیا چنین نیست که برای داشتن رابطه‌ای درست و حقیقی و سازنده با دیگران، ابتدا باید رابطه‌ای درست و حقیقی با خود برقرار کنیم و خود رو دوست بداریم؟ پاسخ: اگه نتونی در تنهایی با خود راحت باشی، به دنبال رابطه‌ای خواهی گشت تا با اون ناراحتی خود رو بپوشانی. اما این ناراحتی خود رو به شکل‌های دیگه در رابطه تو نشون خواهد داد. در این صورت تو طرف رابطه خود رو مقصر تلقی خواهی کرد. اون چیزی که واقعاً به اون نیاز داری اینه که لحظه حال رو کاملاً بپذیری. اون وقت در اینجا و لحظه حال احساس راحتی خواهی کرد و با خود هم مانوس خواهی بود. اما آیا لازمه که با خود هم رابطه داشته باشی؟ چرا نمیتونی فقط خودت باشی؟ وقتی با خودت رابطه ای داری، یعنی خود رو به دو قسمت تقسیم کرده ای. من و خودم. سوژه و ابژه. فاعل شناسایی و موضوع شناخت. این دوگانه پنداری ساخته و پرداخته ذهن ریشه همه پیچیدگی ها و گرفتاری های غیر ضروری در زندگی توه. در ساحت روشن شدگی تو خودت هستی. تو و خود یگانه اید. تو خودت رو مورد قضاوت قرار نمیدی. تو برای خودت احساس تأسف نمی کنی. تو به خودت مغرور نیستی. تو عاشق خودت نیستی. تو از خودت بیزار نیستی. و غیره. این شکاف بین تو و خودت با خودنگری پر میشه. دیگه خودی وجود نداره که نیازمند حمایت، دفاع و پرستاری تو باشه. وقتی تو به ساحت روشن شدگی وارد میشی، از یک رابطه خبری نیست. رابطه تو با خودت. وقتی این رابطه رو قطع میکنی، همه ی رابطه های دیگه تو عاشقانه خواهند شد.